سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز و گلم، وقتتون بخیر باشه. آقا اومدیم با یه ویدیو خفن. اگه میخوای دانشگاه قبول شی، بری خوابگاه یا حتی بری یه زندگی دانشجویی خودتو انجام بدی و استارت بزنی، مزایا و معایبش رو میخوام برات بگم و کلی توضیح، چون یکی از دوستامونم این سوالو پرسیده بود. بریم سراغش و تو کارش. خب بچه های عزیز، ببینید، اولا زندگی خوابگاهی هم مزایای خودشو داره هم معایب خودشو داره. خدایی، از لحاظ معایب میتونیم به این اشاره بکنیم که شما از خونت میری خوابگاه و دیگه اونجا شما با آدمهای زیادی با طرز فکرهای کاملا متفاوت روبرو میشی. نمیشه بگی من مثلا میخوام درس بخونم، شما صحبت نکنید. ممکنه یکی بخواد صحبت کنه، نمیشه که به خاطر درس خوندن تو طرف صحبت نکنه و زیب دهنشو ببنده. نه، اصلا نمیشه و ممکنه تو اذیت بشی، خیلی هم ممکنه اذیت بشی. اگه خودتو وفق ندی اذیت میشی، چون خیلی از بچه ها هستن میگن آخه من با صدای بلند همیشه درس میخونم، خوابگاه به دردت نمیخوره، باید بری کتابخونه دانشگاه یا کتابخونه خوابگاه که حداقل اونجا کس دیگه نیست که صحبت بکنه. میدونم دوباره باید با چشم بخونی، ولی حداقل کسی نیست که صحبت بکنه، میتونی به راحتی تو اونجا درست رو مطالعه بکنی. و دیگه درس های دانشگاه مثل درس کنکور نیستن که صد بار بخونی تا متوجه بشی، همین که یک مفهومی از اون درس بگیری کافیه و میتونی به همه سوالات هم جواب بدی. پس از لحاظ درس خوندن امکان داره به مشکل بخوری. نکته بعدی که وجود داره، کسایی که دنبال هدفهای بزرگ هستن وضعیتشون سخت‌تر هم خواهد بود، چون شما مثلا میخوای زبان بخونی، میخوای چه میدونم یک زبان دیگر رو مطالعه کنی، انگلیسی بخونی یا زبان دیگه در کنارش، یا شغل آنلاین داری باید ویدیو ضبط بکنی، کارتو راه بندازی، وایس بدی، مدیریت بکنی. توی خوابگاه عملا خیلی سخت این موارد اتفاق میفته، یعنی باید برای اینها مثلا بری توی خود دانشگاه ویدیو تو ضبط بکنی یا بخوای مدیریت بکنی. که من خیلی از بچه ها رو میشناسم اصلا خیلی خوب، خفن، با استعداد، اصلا دانشگاه خیلی بهشون حس مثبت میده، خوابگاه اصلا پیداشون نیست. طرف میره مشاور، من میشناسمش، تو دانشگاه کارهای بچهای مشاوره رو انجام میده، لپتاپش رو میبره، همه چی، میشینه روی یکی از صندلی‌ها کاراشو میکنه، تا 2-3 ساعت وایسشو میده، همه کاراشو میکنه با خیال راحت، حتی زبانشو میخونه، درسشو میخونه، چون اکثر دانشگاه خیلی بزرگن، میتونی تو وقت بذاری خب و کاراشون رو انجام میدن و بعد برمیگردن خوابگاه. حالا دیگه اونجا کاری پیش بیاد، دیگه با تایپ کردن و در واقع صحبت کردن های خیلی عادی و کوتاه کار رو جمع میکنن، خیلی ساده. یعنی خیلی خوبه که توی دانشگاه باشید و تعامل داشته باشید که هم بتونید به کاراتون برسید، هم بتونید ارتباط خودتون رو با بچه ها حفظ کنید. پس این مشکل هم اگه دقت بکنی کاملا قابل حل شده، زیاد نیاز نیست به خودتون اذیت بکنید و به ذهنتون فشار بیارید، نه نیازی نیستش. اما از معایب دیگه که میتونیم به خوابگاه اشاره بکنیم، هزینه ای که شما پرداخت میکنی، یعنی هزینه رفت و آمدت از شهرتون به خوابگاه، هزینه خورد و خوراکتون، ممکنه دوست داشته باشید خیلی چیزا بخرید و اونجا ممکنه که مثلا یه چیزی بخرید بقیه هم ازتون انتظار داشته باشن که برای اونا هم تهیه بکنید و این حس ممکنه توی شما ایجاد بشه که چرا اینا پول نمیدن به من، من باید خرج بکنم. ممکنه همچین حس‌های عجیب غریبی هم به وجود بیاد که در کل میگم نگرانش نباشید، هزینه‌تون به تب میره بالاتر، چون باید رفت و آمد بکنید توی شهر. حالا اگه بخواید یه ارتباط و یه تعاملی هم با بچه ها بگیرید، 100% هزینه هاتون بالاتر هم خواهد رفت. ولی خب آدم باید پیشرفتش از یه جا شروع کنه دیگه. مثلا ما میگیم اکثر شهرها دانشگاه برای ارشد پذیرش نداره، یعنی شما باید بری یه خوابگاه دیگه، بری یه جای دیگه. اونجا آدما دیگه خیلی پخته ترن به نسبت مثلا کارشناسی که طرف از 18 سالگی بیاد اونجا، 19 سالگی، 20 سالگی، خیلی پخته ترن به نسبت کارشناسی. در کل اگه بخوایم از مزایاش هم توضیح بدیم، شما به یک استقلال میرسی، با افراد زیادی رابطه برقرار میکنی، یعنی رابطه دوستی برقرار میکنی، صحبت میکنید با هم، با طرز فکرهای هم آشنا میشید، یه دانشگاه خوب هستید، به یک حالت
کامل استقلال میرسید. این کامل استقلال رو من خیلی دوست دارم، چون حس استقلال که به شما دست بده، به راحتی میتونید همه کارتون رو انجام بدید و ذهنیت بقیه و حتی خانواده شما نسبت به شما تغییر پیدا میکنه، چون میگه دیگه طرف تو دانشگاه مثلا یه استان دیگه است، یه شهر دیگه است، و اون ذهنیتی که راجع به شما داشتن خیلی بهتر میشه و بهبود پیدا میکنه. مهمترینش همین در رابطه با درس خوندنتون و مطالعه کردنتون بود که حلش کردیم، گفتم توی دانشگاه حتما این کار رو انجام بدید. و نکته بعدی هم الان براتون میگم. خب بچه ها دیگه بریم سراغ آخر ویدیو، سه تا از در واقع مزایا و سه تا از معایبش رو براتون بگم که روی لپتاپ براتون تایپش کردم که مستقیم براتون بگم و ویدیو رو تموم بکنید. یک، بچه درس خوندن و مطالعه زبان و مطالعه غیر درسی ممکنه سخت‌تر انجام بشه، ممکنه توی خوابگاه، مخصوصا برای کسایی که با صدای بلند مطالعه میکنن یا درونگرا. ممکنه با آدمایی که اونجا هستن راحت نباشید و این راحت نبودن توی روند زندگیتون و درس خوندنتون و ارتباطاتی که دارید مشکل ایجاد بکنه. ممکنه یه آدم خیلی نچسب یا یه آدمی که یک وضعیتی رو خوب نداره، شما باش به مشکل بخورید و اصلا از همون اول احساس مثبتی به نسبت طرف مقابل نداشته باشید. ممکنه درونگرا باشید و احساس تنهایی داشته باشید و نیاز داشته باشید به تنها بودن، که البته با چادر حل میشه، چون خیلی از بچه ها رو من دیدم چادر میبرن و در واقع میزنن دور تختشون و توی تختشون هر کاری که بخوان رو انجام میدن. و نکته بعدی از معایبی که وجود داره برای شما اینه که ممکنه غذاهاتون رو بخورن یا ببرن، یعنی شما هزینه بکنید برای یه چیز خوبی، حتی ممکنه بخورن یا حتی از در واقع اتاقهای بغلی بیان، یعنی مثلا خیلی دوستانه، خیلی خنده، با خنده زیاد بیان و مثلا غذاتون رو ببرن و واقعا هم بخورنش و شما هم هیچی نمیتونید بگید. این بعدی هم میتونه داشته باشه. نکته بعدی، باید حتما قفل برای چمدانتون ببرید. چمدونتون رو که دارید یه قفلای کوچیکی براشون ببرید و قفل بزنید که اونجا امنیتش بالا بمونه. اما از مزایاش میتونیم به استقلال رسیدن اشاره بکنیم، به استقلال روحی، روانی و حتی ممکنه مالی برسید. با آدمای جدید و شرایط زندگی آشنا میشید. دستتون برای پیشرفت در واقع توی شهر جدید 100% بازه. فقط حواستون باشه از این که دستتون بازه در جهت پیشرفت خودتون استفاده کنی، نه در جهت پسرفت خودتون. میدونی چی بهتون میگم؟ 100% وضعیت روحی روانی بهتری رو خواهید داشت و اینکه خودتون کارهای خودتون رو انجام میدید، این خیلی میتونه برای شما مثبت باشه. ولی خب اینا در بدترین شرایط بودن که من براتون عرض کردم. در 95% موارد بهتون خوش میگذره و هیچ کدوم از این موارد اتفاق نمیفته که شما بخوای سختتون بشه، آدما نچسب باشن. نه، احتمال خیلی زیاد وضعیتتون توی خوابگاه خوب خواهد.